سلام استاد. سلام علیکم. احوال شما؟ ممنونم. خوبی این زنده بود استاد؟ خوشحالم از نزدیک میبینم اتون. ممنونم. من میدونین که من کارگردان همین سریال منم دوست دارم. بله اتفاقا که شبکه سلامت پخش کرد. حرف دارم راجبش. استاد من... اسمش هست منم دوست دارم. بله. هر قسمتش نمود یه چیزه. خب همین می‌خواستم. من احتمالاً حدس می‌زنم شما منو به خاطر اون قسمت قاعدگی زنان دعوت کردی. همون که میگه دوره زندگی شما یه دقیقه اجازه بدین. چقدر شما سرزنده و خوشحال و با انرژی هستید. افسرده باشم خوب نه استا. نه 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 خموده باشم نه خوبه. یه دقیقه آروم باش. سر در جیب و گریبان کرده باشم خوبه. آروم میگیری حرف بزنم؟ بگی. اولا که حالا سکانس رو با هم میبینیم راجبش حرف میزنیم. من هزار بار دیدم و من نمیخوام ببینم. این اسم درست نیست. منم دوستت دارم. یعنی چی؟ منم خب شما هم دوستش نه 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 اسم خوبی نیست. در شأن رسانه ملی نیستش که این اسمو بذارین روی یک سریالی. در نهایت شما میخواین به یک علاقه اشاره کنید، یک علاقه متقابل بین دو تا همسر، بگید مثلا عزیزی یا تو هم عزیزی، یه همچین چیزی. شعبه ایجاد نمیشه در مورد خدا داد داری برفت. نه 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 بالاخره کسی که ببینه کارو. حتی ببینید استاد منم دوست دارم خیلی انرژی مثبتی داره با برای خانواده های ایرانی داریم. کلا شما یه خورده به نظر من فضای خیلی مثبت آره، دوستانه آره. یه جور شنگول بودن در شما میبینم که به نظرم اون باید اصلاح بشه. آره حالا ببینید سکانس رو ببینید. زمان دیدم اینو. چی شده؟ امیر حسین صدیق استاد. هیچی تو برو به فیلمت برس. من تمام شد. فیلم من توی عزیزم. کمدی من توی جانم عشق من توی. من روز حوصله ندارم. خب چی شده یه کلمه میگو ببینم چی شده؟ بچه ها دقیق پرداخته نیم. حالت خوب نیست؟ نه. چرا؟ حالم خوب نیست. چرا کسی مرده؟ این بابای زیزی گولو بله میدونم تولدت هم که نیست. پس چی؟ این چیه؟ وای الورس چرا یادت میره هر ما این موقعیتو؟ آها آه از اون آخ من معذرت میخوام ببخشید. شما مردا چرا یه قانونی نمیذارید که هر ما یادتون بمونه که تو این دوره تو این موقعیت این سوال خوب مطرح شد که در آبای زمان داشته باشه. چشم مثلا یه قانون داری بذارم که یادم بمونه. بابا ما مرد رو بلیم میکنی ما خیلی هم بیاد یعنی چی چرا توهین میکنید به آقایون؟ خودت میکنی عزیزم. نه نبینم از دو یک ببریم چی میشه؟ من چی کار کنم؟ غذا برات الان درست کنم؟ میخوای چایی برات درست کنم؟ نباتم بندازم توش زعفرانی؟ نباتم زعفرانی پرلنگ چشم یعنی پرنگ نباشم مدوزه جو کم رنگ در باشه نه پرنگ باشه در شن رسانی دوستی برو استراحت کنم من رو چه برد دم کنم نبات زعفرانی خوشمزه برات میارم باشه چه لوس دخترم بانو کلن خیلی صبور و خوش اخلاقه اما بالاخره بالا بریم پایین بیایم یک چیزی هست به اسم عادت ماهانه. ما مردا خیلی وقتا این دوره رو یادمون میره و فکر میکنیم باید از همسرامون انتظار همون اخلاق و رفتاری رو داشته باشیم که همیشه توقع داشتیم. صد واجب بود دیگه اینا اشتباهه. میخواد تا تاش ببینید. نخیر. استاد تلویزیون ببینین اینو. ببینین دوست عزیز. بله. سوال من اینه. الان واقعا همه مشکلات ما حل شده. ما مسئول حل کردن این شده. مشکل بود. اجازه بدید هیچ کم و کاستی نداریم. فقط مونده عدم درک آقایون از دوره عادت ماهانه همسرانشون. ما مسئول حل کردن این مشکل بودیم. مشکلات دیگر شما باید. شما حاضری واقعا همچین سریالی رو بشیری با خانوادت نگاه بکنی؟ ها؟ حاضری با دخترت بشینی همچین چیزی رو ببینی؟ من ندارم. شرم نمی‌کنی؟ خجالت نمی‌کشی؟ نه بچه‌ها. باشه نداری ولی می‌تونی خودت رو بذاری جای کسای دیگه که دختر دارن، خانواده دارن، سر و همسر دارن. اونا عادت ماهانه پیدا نمی‌کنه؟ نه ما به کجا داریم میریم آخه؟ الان اولویت چندم جامعه ماست این بحث؟ ها؟ ما به آب و صابون برای یه دستشویی تو خیلی از مناطق کشورمون دسترسی نداریم. مسئله‌مونه. بعد شما میان درباره مشکلات دوره عادت ماهانه صحبت میکنین، سریال میسازین؟ ها؟ من فکر کردم الان میخوای از من تقدیر کنی. نه خیر.
اصلا به نظر من واجب بود. شما چجوری به این نتیجه رسیدین که واجب بود؟ ببینید یه سری تابو هن. بله. سانسورشون کنیم که پاکشون نکردیم که. خب. فقط سانسورشون کرد. اینا نیاز مردم باید بدونن این چیزا رو. آقا شما یه بیماری گوارشی پیدا میکنی. گلاب براتون بیرون روی پیدا میکنی. خب. باید همه جا فریاد بزنیم که من دچار بیرون روی هم. نه. خب خانمی هم که در دوره عادت ماهانه به سر میره خودش میدونه خودشی که بالاخره یه جوری مشکلاتشو برطرف میکنه. خب مردش باید درکش کنه، شرایطش رو بفهمه، بفهمه آقا الان توی شرایطی که دیروز بود نیست. یعنی انتظار دارین خانومی که در دوره عادت ماله است یه تابلو بگیر دست بگه آقا من در این دوره به سر میبرم یه همچی کاری باید بکنه؟ نه. خب پس چی دارید میگید؟ ولی خب طبیعیه که آقا ما باید یه آموزشی به مردم کشورمون بدیم. آقا مردا تو جامعه ما خودشون هزار و یک مشکل دارن، هزار و یک گرفتاری دارن. چرا دارین یه مشکل به مشکلات آقایون اضافه میکنید شما؟ آقا چه مشکلی؟ خب زن توجه میخواد، باید توجه کنه بهش دیگه. بعد اون زنایی که همسر ندارن ماجرا اونا چیکار باید بکنه؟ الان چرا دارین انتظاراتی میبرین بالا؟ شما دارین یه نیاز کاذب تعریف میکنید. الان اینجا این خانم همسر داره، خب خیلی از خانم‌ها اصلا همسر نه. اونا باید چیکار بکنن؟ کی باید بهشون توجه بکنه؟ ببین مسیر رو غلط داری میری. یه دیوونه یه سنگو میندازه تو چاه 10 تا عاقل نمیاد. بله با شما هستم. دقیقاً شما مستاق همون دیوونه هستین. شما اصلا همچین رسالتی ندارین این بحثا رو مطرح بکنین. آموزش پرورش خودش یاد میده. تو سنش میگه یاد میده اگه قرار بود یاد بده یاد داده بود. کلاس‌های قبل از ازدواج هست میرن یاد بدن، وظیفه رسانه هم هست. شبکه سلامت همین که بیاد یاد بده آقا شبا باید مسواک بزنید، صبح هم از خواب پا میشین دستورتون رو بشورین، به نظرم رسالت رو عمل کردی کافیه. که دیگه شبکه نمیخواد زیر نویس میرن تمام میشه. ما بقیه دیگه اضافه کاریه. شما استاد این همه حوزه سلامت موضوع داره، داستان داره، سابجکت داره. شما باید بیان اولویت بندی بکنید در شبکه سلامت. کردیم دیگه همه این کارا. آقا اولویت اصلی ما الان چیه؟ چیه میدونی شما؟ خودشناسیه، دشمن شناسیه، آگاهی به ژئوپلیتیک و موقعیت استراتژیک کشورمون در منطقه است. 3 2 1 مریم میکشمت. به شما هم دارم شد با فکت صحبت کنی، با دلیل یا منطق. اینقدر که اونبال روی هم میریم که آدم شک میکنه. واقعا شما به من تارگت زدی و اصرار داری رو تارگتت. هی کمکت که بدم میفهم. جالبه. یه سری هم تکون داد که ما نفهمیدیم چی بود. شما سایلنت. اشتباه کردیم و یه شهروند رو بیرون کردیم. متوجه اینا رو شما باید بیاین تبیین بکنید تو شبکه سلامت؟ بله در شبکه سلامت. بله مردم بدونن دشمن کیه، چرا چشم طمع به سرزمین ما دارن، سرزمین ما چه ذخایری داره، چرا همه میخوان از سرزمین ما یه چیزی بکنن. متوجه هستید؟ اینا رو شما باید تبیین بکنید. شما الان سوال من رو جواب بدید. در بحث سلامت، سلامت جسم مهمتر یا سلامت روان؟ هر دوشون مهمه. کدوم مهمتره؟ شما جسمتون سالم باشه روانتون سالم نباشه فایده ای داره؟ سلامت روان مهم. شما تو شبکه سلامت باید بیاین روی سلامت روان مردم کار کنید، رسوا کنید اون آدمایی رو که دارن سلامت روانی مردم رو به هم میریزن با کلید واژه های چون مذاکره، رابطه معقول با امریکا، نرمش در قبال دشمن. اینها دارن سلامت روان مردم رو به هم، اینا رو باید رسوا بکنید. سواد سیاسی منطقه ای مردم رو باید ببرید بالا. اینجوری میتونین سلامت روانی مردم رو تأمین بکنید. متوجه هستین؟ مردم ما باید بتونن با موضع اقتدار با ابرقدرت‌های جهان روبرو بشن. در این صورته که سلامتشون تأمین خواهد شد. نه بحث درباره دوران عادت ماهانه. این رو هم بگم تو پرانتز. افراط دارید میکنید. این سررشته که شما باز کردید آخرش ختم میشه به جزئیات تخت خواب. اونجا میخواین چیکار کنین؟ میخواین چی بگین؟ با چه رویی؟ ها؟ اینا رو بگیم دیگه. چیا رو بگیم؟ همینایی که داریم میگیم. ما ببینید استاد، ما نظرمون اینه. چی؟ که مردم، جامعه ما، بله، در حوزه مسائل جنسی جامعه بی تربیتی. یعنی چی؟ بعد یا آموزش بدیم به بچه. آموزش بدین؟ آقا ولم کن. الان بچهای 10 12 ساله از من و شما بهتر بلدن چیکار بکنن. آواز یاد مصدوم میخوای بدی؟ آموزش چی؟ خجالت بکش آقا. حیا بکن. نه، از مبادی غیر رسمی یاد گرفتن، با تعریف یاد گرفتن، غلط. هر چی که یاد گرفتن همون کافیه.
آقا زمانی که میخوان ازدواج بکنن داخل یه کلاسی میرن، یه صحبتی میکنن، یه بزرگتری چیزی یادش، من دیگه نبینم از این قبیل محتواها ساخته بشه. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، رفتار این خانم بسیار رفتار لوس، سطحی و نچسبی. اصلا نه واقعی نیست خانم، میگه در دوران عادت ماهانه است، اصلا لوس بازی در نمیاد، اتفاقا خیلی پرخاشگر، بد اخلاق، خشن. کجا میدونی یعنی چی؟ شما بالاخره تجربه کردی، دیدی دیگه، ندیدی؟ استاد ما وظیفه خودمون نخوردی نون گندم، ولی دیدی دست مردم. توجه شما رو به گوشه هایی از فیلم اخراجی ها جلب میکنه. من الان برای چی باید اخراجی ها ببینم؟ به این دلیل که این سکانس ماندگار سینمای ایرانه. ببین و یاد بگیر. من در مورد عادت ماهانه ساختم. اینو به جای امیر حسین صدیق می آوردم حل می شود. نگاه کن آقا، نگاه. بله، تأثیر می کشم. شما اومدین دیگران رو خودتون آدم حرف داری؟ نه این آتیشو داریم؟ جنگ دیگه. پلان به پلان این فیلم کلاس درس. آشو خام شما یه چیزی بگید. ببین من امیر حسین صدیق میگم این وقت بشین باشا بیا بشین اینا هم الان میان میپیدن. حاج آقا هم اومد پیوست. نه واقعا اگر میخوان کار فرهنگی بکنی، میخوان یه چیزی به گنجینه فرهنگ ما اضافه بکنید، اینا رو بسازید، اینا براتون رو بکنید. اصلاحی بدم دست امروزه صدیق دیگه، اگه اهل معنا باشید میفهمید من چی گفتم، اگه نه اومدید مثلا کلکل بکنید فایده نداره. شما بفرمایید، من میخوام ببینم ادامه سپاس. شما بفرمایید. اسم منم دوست دارم، اسم خوب بگید، عزیزی یا عزیزی برام. خب احترام متقابل. اسم آماده گفتیم قبلا. I love you، خوشم دوبه، ایکلی بدی، سنه سویارم، سنه چخستیرم، خوشم دوبه، اینا نداریم. منم دوستت دارم سریال شبکه، مینی سریال شبکه I love you too. I love you too. مینی سریال منم دوستت دارم شبکه سلامت. یه علی کنیم رفتیم ها. بریم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. شبکه سلامت سریال منم دوستت دارم، برداشت اول. شما چی جوری به این نتیجه رسیدین که باجه؟ آخه ببینید اینا یه سری تابو. چیه؟ از کجا میدونید بگم تابو؟ کمکیت که همه سلم مسیر رو غلط میدونید، یه دیوونه یه سنگی میدونه تو چاه؟ من اینا بله؟ بله. به این مسیر رو غلط داریم. یه دیوونه یه سنگ رو میندازه تو چاه، 10 تا عاقل نمیتونه. بله با شما هستم، 10 تا عاقل نمیتونه اون سنگ رو در بیاره. دیوونه کیه؟ عاقل جونور کامل. جوون میخواد نخوردی نونه گندم، دیدی دست مردم. توجه شما رو به گوشه های از
توجه شما رو به گوشه هایی از فیلم اخراجی ها جلب می‌کنه. برای چی من الان با اینو ببینم؟ برای که سکانس ماندگار. برای برای چی باید الان اینو ببینم؟ برای اینکه سکانس ماندگار سینمای ماست، آموزش داره، نگاه کن یاد بگیر. ما شبکه س... چرا باید؟